شما از سالهای تحصیل در دانشکده حقوق دانشگاه تهران با آقای طباطبایی دوست بودید و در زمینه آثار او هم صاحب نظرید. ابتدا خواهش میکنم چند جمله‌ای درباره خصوصیات اخلاقی و منش علمی آقای طباطبایی برای ما بفرمایید. دکتر طباطبایی دوست عزیز من بود و قدیمی‌ترین دوست من در واقع، و یک چیز مشخصی که درباره دکتر طباطبایی میشه گفت این است که آدمی بود بسیار سخت کوش و جدی در کار خودش، و در واقع اگر ما بخوایم 5 تا 10 متفکری را که نسل من تربیت شده در ایران نام ببریم، به طور قطعی یقین جواد طباطبایی در یکی از قسمت‌های بسیار بالای این هرم قرار می‌گیره. و آقای دکتر طباطبایی یک خاصیتی داشت که بسیار یک موضوع رو تحقیق می‌کرد و ما از سال اول دانشکده با هم دوست بودیم در سربازی در پادگان کرج، حتی ما هر دو سرباز صفر شدیم به خاطر اینکه دیسیپلین رو رعایت نمی کردیم و البته بعدا دوباره تصمیم گرفتن که از سرباز صفری درمون بیارن، ولی دوباره ما رو فرستادن جواد رو به تبریز بندر به رضاییه، باز دوستیمون در اونجا هم حفظ شد. بعدا که دکتر طباطبایی اومد فرانسه، من باز سراغشون رفتم، در آلمان هم همجور با هم، و بعدا که در آمریکا و که طبیعتا دکتر طباطبایی یک انسان بود بسیار مهربان و جنتل و با شخصیت، برخلاف اون چیزی که متاسفانه در بعضی از نوشته‌های چالشیش به چشم می‌خوره و خیلی تون صحبت می‌کرد. منم به ایشون گفتم اینجور در یک جلسه فلسفی دارم من تو خونه که ماهانه و ایشون تشریف داشتن، و من در جمع گفتم این روش شایسته شما نیست. ایشون هم البته دلایلی آورد، ولی اگر کسی ندونه میگه که ایشون آدم بد اخلاق و تندی بود. به هیچ وجه، بسیار آدم مهربان با یک روح بسیار باز، و واقعا صحبت کردن باش لذت داشت. آقای نفیسی، اشاره هم داشتید به آثار و نوع موضع‌گیری های ایشون در برخی موارد. گروهی مهمترین اثر آقای طباطبایی رو تبیین اندیشه سیاسی در ایران زمین موسوم به فلسفه ایران شهری میدونن. نظر شما چه هستش و جایگاه ایشون در زمینه فلسفه سیاسی ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ دکتر طباطبایی به سنت آلمانی سیستم ساز بود و من شخصا به سیستم و سیستم سازی علاقه خاصی ندارم. من بهترین کارهای دکتر رو، تکنگاری‌هاش درباره ابن خلدون و غیره میدونم، و کارهای نظری که ایشون شروع کرد بسیار بسیار سخت بود. یعنی مسئله ایران شهری رو که مطرح کرد هم قابل فهمه هم قابل فهم نیست. اینو با هم خیلی صحبت کردیم. اون نظر خاصی که دکتر طباطبایی داشت این بود که فرهنگ ایران زمین درسته که در زبان متبلور میشه، ولی در ملت هم متبلور میشه، چون یک ملتی است که سابقه بسیار کهن داره و ملت، برخلاف جاهای دیگه که اینها افراد دور هم جمع شدن و از جاهای مختلف اومدن. و این تداوم فرهنگی باعث میشه که یک شخصیت فرهنگی ایران داشته باشه که این شخصیت فرهنگی در جاهای دیگه یافت نمیشه. به زبان فارسی فقط نماینگر و در ضمن ستون فقرات این شخصیت فرهنگی است، و کشورهای دیگه، فرهنگ‌های دیگر هم در تقابل با این شخصیت فرهنگی نمی‌دونست، و چه در ترکیه، چه در پاکستان، چه در جاهای دیگه. آقای نفیسی، کوتاه اگر بفرمایید، با توجه به اینکه فرمودید نزدیک هستید، به هر حال با ایشون نزدیک بودید، آیا در مورد موضع ایشون نسبت به وقایع اخیر و جنبش زن، زندگی، آزادی اطلاع دارید که موضع ایشون چه بود یا دیدگاه ایشون چه بود؟
دکتر طباطبایی در ماه‌های اخیر در لس آنجلس بود و بسیار مریض بود و فکر نمی‌کنم که حال حوصله اونجوری داشته به مسائل روز خیلی بپردازه یا من اطلاع ندارم. ولی آخرین عکسی هم که از ایشون ما داریم عکسی است که جواد رو در حال باز مطالعه نشون میده. من مطمئنم که دکتر طباطبایی دلخونی می‌داشت از این جریانات اگر در شرایطی بود که اظهار بکنه.